سلام و وقت بخیر به هر ساعت خبر از یک با من مدینه حسن خوش آمدید. حکمت الله شمیم سخنگوی ولی پروان میگوید که از 4 روز به این سو بیش از 500 باشنده دری کفشان ولسوالی شینواری پروان به یک نوع بیماری ساری و ناشناخته مبتلا شدند و شمار آنها در حال افزایش است. تا کنون در اثر این بیماری ناشناخته 2 نفر جان باخته و وضعیت 50 نفر دیگر که با آن مبتلا شدند وخیم گزارش داده شده است. سخنگوی ولی پروان به نقل از ریاست صحت عامه این ولایت میگوید که افراد مبتلا به این بیماری از ضعف عمومی، درد شدید دست و پا، اسهال شدید و تب بالا سخن زدند. وزارت معدن و پترولیم میگوید که 2638 قیراط زمرد به ارزش 74750 دلار در مقام ولایت پنجشیر به فروش رسید. این چندمین بار است که در این ولایت زمرد به داوطلبی گذاشته می شود. شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در سخنرانی در ولایت قندوز بر تطبیق شریعت در کشور تاکید کرد. رهبر امارت اسلامی در این سخنرانی گفت که امر به معروف و نهی از منکر یک رکن مهم دین اسلام است. وی همچنان از حمله های اسرائیل بر غزه انتقاد کرد و خواستار توقف این حمله ها شده است. تیم ملی فوتسال کشور در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی مقابل پاراگوئه قرار می‌گیرد. بر بنیاد معلومات مسئولان فدراسیون فوتسال افغانستان، این بازی رأس ساعت 7:30 شب به وقت کابل در شهر تاشکند ازبکستان میان دو کشور و دو تیم آغاز می‌شود. مسئولان فدراسیون فوتسال وضعیت آمادگی فوتسال بازان را در بازی امشب رقابت‌های جام جهانی برابر پاراگوئه رضایت بخش دانسته است. سفارت افغانستان در ازبکستان اعلام کرده که سفیر جدید امارت اسلامی در تاشکند آغاز به کار کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که عبدالغفار بهر منحیث سفیر افغانستان در ازبکستان گماشته شده و کارش را آغاز کرده است. آقای بهر در دیدار با دیپلماتان افغانستان در تاشکند خطاب به آنان گفته که باید به گونه درست از دولت و مردم خود نمایندگی کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که جامعه جهانی باید فوراً خشونت در منطقه را متوقف کند و هرچه زودتر آتش بس دائمی در غزه تأمین شود. رئیس جمهور ایران در نشست مجمعه عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وحشیگری اسرائیل در لبنان باید پیش از اینکه منطقه و جهان را به آتش بکشاند متوقف شود. آقای پزشکیان از مردم فلسطین خواسته که در یک همه‌پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. این بود اخبار این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.